وظیفه‌مون ما ایرانی هست، هر جای دنیا باشیم ایرانی هستیم و باید کنار مردم باشیم، هدفمون اینه. پیرو به حرفای شاهزاده رضا پهلوی که مردم ایرانی خارج کشور نباید سکوت کنن، باید کنار مردم وایسن و صداشون رو به گوش سیاستمدارای اروپایی برسونن، ما وظیفه‌مون کنار هم وایسیم و صدای مردم ایران باشیم. آقای فلاح، فکر میکنید که کارزار من وکالت میدهم بین ورزشکارا چقدر باستاب داشته؟ ببینید ورزشکار عالی بوده، اکثر جامعه ورزشکارش داخل چه خارج از این موضوع حمایت کردن، تو اینستاگرامشون توییت زدن و حمایت کردن و به خصوص ورزشکارا داخل چون محل زیاد دارن متاسفانه نمیتونن راحت حرف بزنن، ولی اعضای خیلی از ملی پوشای حال حاضر ایران و سابق ایران یا ایران زندگی میکنن که با ما دور و نزدیک در تماس هستیم باشون، همه از این کارزار حمایت کردن و کنار مردم ایران هستن و کنار رهبر انقلاب ایران شاهزاده رضا پهلوی هستن. ببینید فعلا شاهزاده ایران شاهزاده که نرمالی که نداره، شاهزاده سیستم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستن و به وقتش اینا هم کنار مردم بودن و هستن و به روزی نیاز باشه کنار مردم هم. همین هاش هم تاکسیت هزارتا حضور دارن، اکثر خیلی از ملی پوشامون در حال حاضر زندانی هن، بازداشتن، گرفتار شدن. ما رشته خودمون ده ها نفر از ملی پوشا رشته ما رو گرفتن، بازداشتن، زیر شکنجن، چند تا زیر اعدام هن، تو رشته کاراته، تو رشته رزمی، کیک بوکس، مویتای بازداشتن. آقای فلاح، یه سوالی که زیاد مطرح میشه، چرا اغلب اونهایی که بازداشت شدن یا حتی این بچه هایی که اعدام شدن از بین رزمیکارا بودن؟ در باشگاه چه خبره که این بچه ها گرایششون به سمت پادشاهی خواهیست؟ این جمهوری امروز ایران به این نتیجه رسیدن که همه از ارتجاع سرخ و سیار رد بور کردن و به یک کلمه رسیدن، ملیت، ایرانیت. دنیا رو دیدن با اطلاعاتی که تو دنیا رد بدل میشه، رفت آمده که ملی پوشا و قهرمان دورش کشورهای مختلف داشتن، به این نتیجه رسیدن تنها چیزی که میتونه کشور نجات بده ملی گرایی و وطن‌پرستیه و همه به یه چیزی فکر میکنن، به وطنشون فکر میکنن، نه به ایدئولوژی فکری چپ و اسلامیست و ارتجاهای احمقانه. جوان ایران همه بیرسن که فرق را دارن ملیگرای و برنپرستی، روی این حساب اکثرا به ملیگرای روی آوردن چون تنها راه نجات ایران همینه، هیچ راهی جزی نداریم واقعا.